چون صبح روشنی، هم از آن گونه شادمانی کن تا دورتر ستاره مشرق به دامنت افتد. چون صبح روشنی، به تو امید فتح باید بست، رحمی کن از تغافل گیسوی شب فراری باش، رحمی کنی نسیم دریاچه عبور تو را بست. کشتی شکست و باد دلانگیز شرطه گم شده ای بود، تنها نسیم بر تن من میخورد. ای وای این که پرتو و امید بود، شد کورسوی هفت بیابان، شد گرگ و تیرگی. بگذار در نشعه شراب آنگونه دلپذیر شوم تا مهربانی تو و آن دستهای پاکت را با 100,000 عاشق نامهربان عوض نکنم. بگذار شانت را با دستهای گرم نوازش کنم. من این نکات زرین را با جام باده‌ای که ز چشم تو وام میگیرم از یاد میبرم. من فتح را در سرزمین فاتح مغلوب میکنم. من داستان مانی را تغییر میدم. مانی دوباره صاحب ارژنگ میشود. مانی دوباره عشق میآموزد. شب با خیال تو به سوی مرو دشت خواهم رفت. در معبر کیلویه جاوید وقتی ستاره های تو روشن شد فریاد میزنم برخیز آریو برزن، برخیز شب شده. و دستهای تو وقتی درون دست من است گویی قیصر ز طاق نصرت گلها عبور خواهد کرد. تسبیح کهربای من از آتش است، از خون است. تسبیح کهربای من از شهرهای ویران است. تسبیح کهربای من از نینواست، از بابل. تسبیح را به گردنت میهنم میاندازم، دیوار را میاندازم تا در کنار گنبد سیمین بر خانه شکسته نظر داری. کوپال اسب کشم من کش چوب جای شمشیر است. این نیز بگذرد تو چه داری؟ خیز از حصارهای سلیم سلم توری بباف، توری که نیک در خور افراسیاب خواهد بود. اول به مکر ویسه بیندیش، آنگاه افراسیاب زان تو خواهد بود. من روز را بشارت خواهم، من شام را اشارت گیر. اینجا در حسرت غریبم، در کلبه‌ای که خالی از توست. مشتی که بر تن تو نخواهد خورد بر روی آهن این تن تاریخ میزنم. من گفتگوی خیش و دلم را محدود میکنم. من خیش میشوم. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه 20 شهریور و 11 سپتامبر. سلام میکنم به شما. دیدن تصاویر دختران زیبای ترکمن در حالی که آقای علی اردشیر آمولی لاریجانی رئیس دارالشورای اسلامی در برابرشونه و از وحشت اینکه وقتی برگشت وقت دخترای متحری پوستشو نکنه، حالا سعی میکنه چشا رو به چرخونه بنزه پایین، ولی یکی از اون دخترکان شوخ و شنگ خنده ای داره و آقای لاریجانی میکنه که گفت از اون خنده ها. بله، گفت میان ابرو و چشم تو، گفت میان ابرو و چشم تو سخت کاری بود، من میانه شدم کشته. این چه کاری بود؟ گیروداری بود، من میانه شدم کشته. این چه کاری بود؟ یه بار دیگه، میان ابرو و چشم تو گیروداری بود، من این میانه شدم کشته. این چه کاری بود؟ در این حال آقای لاریجانی لابد به نمازم رفته، گفت تو در نماز جماعت مرو که میترسم کشی امامو بپاشی صف نماز هستم. میان ابرو و چشم تو فرق نتوان داد، بلا و فتنه ندارند، امتیاز هستند. بله آقای لاریجانی رفت به ترکمنستان، آقای ظریف سفرش به عراق رو پایان داد، آقای اوباما همچنان مشغول عرق ریختن برای قانع کردن کنگره آمریکا. البته خانم سوزان رایس با عرق کمتر از ایشون موفق تره. روز چهارشنبه قرار رأی بگیرن. دولت فرانسه نتیجه آزمایش ها روشن خواهد شد. آقای جانکری بر این باور است که 11 بار آقای بشار اسد با سلاح شیمیایی به مردم خودش حمله کرد. نکته جالب اینجا خیلی قابل تأمله. نکته جالب این است که دولت سوریه با یک بازی لاوروف و پوتین پرید وسط که آقا محاضرین سلاح‌های شیمیایی رو زیر نظارت بین المللی قرار بدیم. آمریکا هم گفت حق رقابت تسلیم بکنید، مثل اون کاری که قذافی کرد و داد و عاقبتش هم دید. ببخشید. دولت سوریه بسیار وحشت زده است از عملیات نظامی. گفت استارت رو شما میزنی، برنامه میزنی که 133 نقطه رو مورد حمله قرار بدی، اما یه دفعه 133 نقطه میشه 4000 نقطه. یه دفعه مثلا تلفاتی که پیش بینی کردی 20 نفر میشه 200 نفر و خسارتی که میگی ممکنه خرابی هایی که به بار بیاره در یه محدوده 2 کیلومتری است، یه دفعه به یک منطقه 500 کیلومتری میرسه. اینه که سوریه ها میترسن، چون این ضربه میتونه بشارم بی‌اعتبار کنه، چون بشار که جرأت حمله انتقامی نداره. سید علی آقا و حکومت جمهوری اسلامی هم از این برای زاینده رو داد میزنن، بنابراین اونا هم مرد میدان بلا نیستن. البته بچه های لبنانی و فلسطینی اینا رو میفرستن قربانی بشن، کشته بشن که ما یه کاری کردیم، ولی هیچ کدومشو اهل نبرد و جنگ نیستن. اینه که هر نوع حمله آمریکا به سوریه به منزله پایان دادن به رژیم بشار اسد. درسته که امریکا میگه هدف ما تغییر نظام نیست، ولی در نهایت وقتی یه رژیمی اون بنیه نظامیش از بین میره، به زانو در میاد، دیگه این رژیم قابل دوام نیست. الان در برابر مردم مظلوم و بعضاً بی‌دفاع هر عربده کشی رو میتونه بکنه و هر جنایتی رو توجیه بکنه، ولی زمانی که این مردم جان بگیرن از این که میبینن حالا دولت آمریکا آمده و داره این رژیم رو تنبیه میکنه، اون وقت شکست دادن این مردم غیر ممکنه. و اگر روز اول، من 1000 بار اینو گفتم، اگر آمریکا ذره‌ای درک داشت، ذره‌ای فهم داشت که ببینه در سوریه چه خبره، سوریه رو به این روز نمیکشون. وجود سلفی ها در سوریه به خاطر بی سیاستی آمریکاست. روز اول یه شخصیتی مثل دکتر برهان قلیون اپوزیسیون سوریه رو اداره میکرد، ارتش آزاد جدا شده از بدنه ارتش نظامی سوریه در صحنه نبرد با رژیم اسد بود و اصلا این نبود که یک مشغولیوف از چچن بیاد، اون یکی بن مصطفی از مغرب بیاد، یکی دیگه از نمیدونم ترکیه بیاد، نه از این حرفا نبود. 5 تا از یمن بیان، 10 تا از شبه جزیره عرب بیاد، نه. مردم سوریه بودن، خودشون می جنگیدن، با اقتدار، با شجاعت، با شهامت تلفات می دادن و جان هم می گرفتن. امروز قضیه فرق کرده، شکل دیگری به خودش گرفت و اینه که به نظر من اگر ایالات متحده از این فرصت تاریخی استفاده نکنه و باز جا بزنه، باز توجیه کنه، بله حالا سوریا که سلاح شیمیاییشون رو دادن، چرا در اینجا یه سوال مطرح نمیشه؟ سوریه سلاح شیمیایی برای چی جمع کرده بود؟ مگه این اسلحه نباید ازش استفاده بشه؟ اسلحه محظور ممنوع است و مطابق چارتی که دارن، اجماع جهانی که وجود داره، از 1925 این امضا شده. سوریه هم از امضا کنندگانشه، 1947، 1947. وقتی که در اونجا گفته هر کشوری، هر سازمانی از این اسلحه استفاده بکنه، از خط قرمز عبور کرده و مجازاتش لازم هست. اینجا دیگه شما نمیتونید بگید آها سلاح شیمیاییش رو تسلیم کرد به ما دیگه، عسکر قاتل سرا رو ببره تجاوز بکنه، بعد بیاد اون دوری بامیش رو با یه چاقو و با یه دونه پیت حلبی مال آب حوض کشیدن اینو تسلیم بکنه، بگه ای پلیسای محترم من اینا رو یادگاری میدم به شما، با اجازهتون میرم حالا برم بعدن یه وسایل دیگه تهیه کنم برای کشتن بچه‌های بیشتری. دقیقاً دولت سوریه داره اینجور عمل میکنه. چقدر حالا اینا خوششون اومد. فرانسوی‌ها گفتن که دوباره برگردیم شورای امنیت. امیدشون این بوده که این بار چینی‌ها نیان تو بازی و وتو نکنن و روسا فقط بمونن. آقای فبیوس بعد از مذاکراتی که با جان کری داشت، مذاکراتی که با سعود الفیصل داشت، با آقای عطیه وزیر خارجه قطر داشت و دیگر وزرایی که در اونجا بودن، آقای ناصر جوده بود از اردن، وزیر خارجه فلسطین بود، وزیر خارجه مصر بود، مجموع صحبتاشون این بود بسیار خوب ما موافقیم باید مجازات انجام بگیره، منتها با این چارچوب و با این اوضاع. جمهوری اسلامی هم به اندازه سوریه وحشت زدن. آقای ظریف فاش ساخته که در رابطه با سوریه و عملیاتی که آمریکایی‌ها تدارک شدن بین ایران و آمریکا ارتباطاتی وجود داشته و امروز هم الحیات وشته نامه آقای اوباما رو با آقای خامنه‌ای چاپ کرده و این به نظر من قابل تأمله که در این نامه ها چه چیزهایی رد و بدل شده. خدمتون عرض میکنم آقای در تهران منابع دیپلماتیک گفتن آقای خامنه‌ای نامه آقای اوباما رو با امعان نظر، با موضع مثبت باش برخورد کرده. این نامه رو سلطان قابوس پادشاه یا سلطان عمان در سفری که به تهران داشت به ایران برده و داده به آقای خامنه‌ای و میگوید در این که گفتن که خلاصه دولت ایران بهتر است دست از مداخلاتش برداره. این نکته برای من جالب بود. آقای اوباما وقتی داشت مصاحبه میکرد که مصاحبهش همه شما دیروز دیدید، در این مصاحبه گفت دولت ایران، مردم ایران و دولت ایران خود قربانیان سلاح‌های شیمیایی هستند که دولت عراق در طول جنگ علیهشون استفاده کرد و برای ما شگفتی آوره که چگونه دولت ایران سوریه رو تشویق به استفاده از سلاح شیمیایی میکنه. اما در نامه‌ای که ایشون نوشتن آمادگی خود رو برای کاستن از مجازات ها و تخفیف در مجازات ها این رو ابراز کردن و همینطور گفتن که ما آماده هستیم صفحه تازه‌ای در روابط بین دو کشور بگشاییم و انتخاب آقای روحانی رو عامل مثبتی دونستن و یک حادثه‌ای که میتواند دو کشور رو به هم نزدیک بکنه. این جریان تبریک آقای روحانی به یهودیان ایران، هموطنان یهودیمون و همطور یهودیان جهان برای عید روشنشانا جالب بود برای من و همینطور آقای ظریف که نوشته بود در توییترش که ما اهل مدارا هستیم و دشمنی این عداوتی شخصا که من ندارم، بعد بلافاصله سوال شده بود ازش. خب آقا جان به نظرم کی سوال کرده بود از ایشون؟ بله یکی از دختر یکی از شخصیت‌های آمریکایی بود، چه یادم رفت. بله دختر خانم پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان و یکی از ارشدترین سناتورهای آمریکایی. خانم پلوسی اصلا صحبت از این بود بیاد در انتخابات شرکت کنه. بسیار بانوی با شخصیت. دخترش از آقای ظریف میپرسه که خب داستان آقای احمدی نژاد چیه؟ میگه آقا اون رفت، اونو ول کن، اون یکی بود، ما چنین نمیاندیشیم. در اسرائیل مطبوعات و مردم خیلی استقبال کرده بودن، اما آقای نتانیاهو دوباره ساز کهنه رو نواخته بود که نخیر آقا اینا دروغ میگن. خب بیچاره حق داره، به یه نوعی هم او راست میگه، برای اینکه از غیر از دروغ که از اینا ما نمیشنویم که. دروغ شده جزو ذات، اون بالای منبر دروغ میگه، پایینش هم دروغ میگه. جنتی میگه بله مجلس از آقای کدخدایی انتقام گرفت. آقای کدخدایی کی بود؟ سخنگوی قوه قضاییه و عضو حقوقدان شورای نگهبان. بیله دیگ بیله چغندر، یعنی اون مجلس باید کدخدایی رو داشته باشه، کدخدایی هم اون مجلس رو. به هم دیگه میخورن دیگه. تو ایران که آدم مونتسکیو رئیس پارلمانش نیست و نمیدونم کیو بگم، آخه به هر کی هم نگاه میکنم میبینم اسمشو بیارم خیلی بهش توهین کردم که مثلا بهشون همش جای جنتی. از همین رجال خودمون، رجال برجسته ای ما داشتیم. سردار فاخر حکمت، من خیلی بچه بودم، کوچیک بودم وقتی این ریاست مجلس رو داشت. آدم عکس‌ها رو که میدید عظمتی داشت. بعد میخوند که تو مجلس نمایندگان چه حرمتی براش قائل بودن. مرحوم سید حسن امامی که بود، آدمای حسابی داشتیم. بابا ممتاز الدوله بوده، سنی الدوله بوده، معتمرالملک پیرنیا بوده سالها رئیس مجلس ما، عبدالملک دادگر بود. حالا جاشون کیا اومدن شدن رئیس پارلمان؟ آقای علی آمولی، بله، میرزا پدرشون، میرزا هاشم، آدم بسیار جالبی بود. اولا بسیار جوک میدونست و جوک میگفت، سریع جوک میگفت. عبایی هم نداشت که لباس آخوندی تنشه و با وجود که سالهایی هم در عراق بود هنوز یه تهلهچه شمالی داشت. از جمله کارهایی که کرده بود در اون بگیر آخوندا توسط دادگاه ویژه که زودم اتهام لواط بهشون میبستن، از جمله مرحوم سید عبدالرضا حجازی رو یه همچی اتهامی بهش بستن و رو کشتن، چون در مجالس خاصش جوک میگفت راجع به آقای خمینی. و آقای خمینی که ارتباط نزدیکی با سید عبدالرضا داشت ناراحت شده بود. احمد آقا هم با او مرتبط بود بسیار نزدیک و در واقع در منزل ایشون میرفت آتش بازی میکرد و با کوکنار همدلی و همراهی. آقای هاشم آمولی 92 ساله میهمانی شام ببخشید رفتن منزل حاج آقا شهاب مرعشی نجفی، افطار بودن، دعوت داشتن. بعد از افطار مراسم گرده شد، نشستن به گپ زدن. یه دفعه ساعتش رو در و دیگاه کرد، گفت آقا ساعت 11:30 شب شد. آقای مرحوم حاج آقا شهاب گفتند که آقا خوب شب اینجا بیتوته کنید، رخت خواب از اتاق. گفت عجب که صبح دوتاییمون رو به جرم لواط بگیرن. یعنی منظورم اینه که از این شوخی ها هم ایشون میکرد. اون وقت آدم چقدر عجیبه، میگن پسر شبیه پدر میشه. من نمیدونم اینا نه نظر قیافه شبیه باباشونه، هیچ کدومشون. آقای لاریجانی که درست اون جوانای متعصبی رو به یاد من میاره، یهودیانی که ضد اسرائیل هستن و طرفدار جمهوری اسلامی، خیلی شبیهن با هم. تو نیویورک من اینا رو دیدم، اومده بودن آقای احمدی نژاد رو بغل میکردن و میبوسیدن، چقدر شبیه آقای لاریجانی بود. به هر حال گفتیم ترکمنستان از دماغ ایشون در آوردیم، رفیق خود سیاحت بکنه ایوونکی. روزنامه اطلاعات کار بدی کرد، عکسشو گذاشت با این ماهرویان ترکمن. واکنش‌ها درباره انتخاب آقای قالیباف، انتخاب مجدد به مقام شهرداری ادامه دارد. دیدم خیلی از روزنامه‌های تهران خوش آمد گفتن به او و از اینکه او انتخاب شده دوباره ابراز شادمانی کرد. در میان اخبار دیگم این تعداد نفراتی که از سازمان مجاهدین در اردوگاه اشرف کشته شدن شده معما. صحبت از 52 کشته 20 مفقوده. مفقودین کجا؟ پس معلوم مفقودین تحویل جمهوری اسلامی داده شده. کسانی که مأموریت این کار رو داشتن وقتی دیدن که زمان داره به سرعت میگذره باید هم یه عده زنده بگیرن و تحویل بدن، این کار رو کردن. در میان این زنده ها چه کسانی هستن نمیدونیم، ولی من اسامی این انسان های مظلوم واقعا میدیدم با دستان بسته که اینا رو کشته بودن، اسامی سرشناس و آشنایی است. به هر حال آدم اسباب تأسفش میشه. اینا هم هموطنان ما هستن، بعضا 30 سال با وعده ها و دروغ های آقای رجوی و جنایات رژیم در رنج و تعب و سختی در اردوگاه اشرف در جوار وطن جوانیشون به پیری رسید و پیری رسید و مستی طبع جوان گذشت. بار تن از تحمل رطل گران گذشت و اینا خیلی تلخه. من تصور میکنم اون شورایی که آقای مالکی درست کرده، ببینید تصاویر رو پیدا، تصاویر رو ببینید، اینا همه کادرهای بالاشون هم هستن. عجب آدم سرش درد میگیره وقتی چنین تصوری در برابرش قرار میگیره. خب یک اشاره به مصر بکنم سریع. در مصر دیروز امین خیری در الحیات مطلب نوشته بود بسیار خواندنی. مطلبش این بود که 2-3 روز قبل نوشته بود که مسئله طرد اخوان المسلمین از دایره حکومت کافی نیست، مردم میخوان اینا برای همیشه محروم بشن، جایی در اداره کشور نداشته باشن. دیروز مقاله دیگری نوشته بود و اشاره میکرد که در خیابانهای مصر چه نوع در واقع گویش ها و چه نوع اصطلاحاتی به گوش میرسه. میگفت یه وقتی بود شما وقتی میرفتی صحبت از مصالحه بود، مصالحه کردن، آشتی ملی، المصالحه الوطنیه. یه وقتی صحبت از تسامح و تساهل بود. آقای اخوان المسلمین سوار قدرتی، نسبت به اون گروه چپ تسامح داشته باش، نسبت به بچه های جوان تساهل روادار. اصلا الان چنین لغتی رو در خیابان نمیشنوی. الان صحبت انتقامه، صحبت اینه که باید ریشه زد، نابود کرد. اینو تو خیابان‌های مصر شما میشنوید. و نکته دیگر اینه که دادگستری مصر بدون اعتنا به این بازیایی که دارن در میارن، به تک به تک جرم افرادی از رهبران اخوان که دستگیر شدن داره رسیدگی میکنه و برنامه محکومیت دسته دوم رو شاهد خواهیم بود. گروه اول که محکوم شدن 30 سال حبس ابد، 20 سال و الان مجموعه دوم دارن محاکمه میشن. به نظر من تنها در صورتی آقای مرسی رو محاکمه جدی خواهند کرد و به صورت خیلی استریت فوروارد مستقیم مجازاتش خواهند کرد که خیابان پر آشوب باشه. اگر خیابان پر آشوب نباشه چنین کاری نخواهند کرد. دولت مصر خیلی قشنگ داره کار میکنه. ژنرال سیسی امروز حقا احترام عالمیان رو جمع کرد. آقای نبیل فهمی وزیر خارجه همینطور، آقای عدلی منصور همینطور و اینا همشون در جایگاه‌های ویژه خودشون قرار گرفتن و مورد احترام مردم. تو برنامه الجزیره باز پریشب بود، سوال کرد گوینده از یکی از شرکت کنندگان که یه حقوقدان بود. گفت آخه چیز جنرال سیسی میخوان امضا جمع کنن 30 میلیون امضا که نامزد ریاست جمهوری بشه. گفت حکمت خدا را آدم نمیدونه. فکر کن یک دفعه این آدم چنان به قلب مردم رفته که بیشتر از عبدالناصر دوستش دارم. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگرد. با درود مجدد دوباره. عجب وفا منو اذیت کرد. این نازنینان جمال وفایی که دوست قدیم و عزیز منه، پدر نازنینی داشتن و جمال که خودش اون صدای ملکوتی، یعنی وقتی به خصوص جمال قرآن میخوند یا دعا میخوند یا ربنا رو میخوند، اصلا باورت به این هیکل باریک میان این صدا. الان هم دیدم همینطوره، اومده بود لندن دیدم نه جمال همون جماله. بله و جمال خب گفتم دوست عزیز بود. وفا رو کم دیده بودم، یه وقت تو رادیو اومد توی برنامه ما و گهگاهی هم توی راهروی رادیو میدیدمش. اصلا شوکه شدم، خدایا بر ما چه میکنی؟ حالا پسرش در کنارش میاد میسته به همون سنی که وفا آمد به رادیو و شرکت خوندن. چقدر محبوب بود بین جوونا. گالری ما رو لو داد، مهمونمون رو جلو جلو نشون داد. خب اشکالی هم نداره، جلو جلو مهمان رو نشون دادن. درود بر جناب محسن خاتمی عزیزم. وفا یادت بود دیگه. بله بله، سلام به شما و درود به تمام بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران فردا. بله شنوندگان میگن، چون دوستان ما گاهی توی سایت من کاری میکنن، هم تو فیسبوک هم که فایل صدا هم داریم، بنابراین بعضی ها که میخوان تو گوششون بذارن پشت ماشین تو ایران راحت تر باشه صدا رو میشنوند. ایشون رعایت اونها را هم میکند و به اونها هم درود میفرستند. خب آقای خاتمی اوضاع جهان رو چگونه می‌بینید؟ والا قبل از که به اوضاع جهان وارد بشیم، این روزها مصادف با سالروز درگذشت صمد بهرنگی، بله. بزرگ مرد واقعا ادبیات ما و خیلی از مبارزین در مبارزاتشون به صمد مدیون هستند و منم اگر خودم رو در جمله اونا و از جمله اونا حساب بکنم، در زمانی که بین زحمتکشا و کارگرا کار میکردیم و باشون سواد آموزی میکردیم، اولین کتابی که دستشون میدادیم و واسهشون میخوندیم مایسیا و اولوز و کلاغ ها، اون پسری که آرزوشون بود که اسلحه رو 24 ساعت خواب بیداری به جای عروسک میگه ای کاش اون مسلسل پشت بیچینه ما رو. خیلی بد بودی. داستان آموزه بسیار بدی بود. نه داستان به بچه که میخواد عروسک داشته باشه بگی مسلسل داشته باشه. نه بچه آرزو میکرد، چون صاحب مغازه گرفت کتکش زد و اون صاحب ماشین این دنبال ماشین شوزمی کشید. من باید مخالفم. ببین حالا اجازه بده من باید مخالفم. بذار اینجا رو سریع بگم. صمد بهرنگی یک معلم بود، معلمی بسیار نازنین با ارزش. کوله بار رو گرفته بود، برای بچه‌های آذربایجان قصه می‌برد، بهشون از ماهیسی‌های کوچولو میگفت. متاسفانه روشنفکران ما خواستن از صمد یه چگوارا بسازن. آل احمد در مقاله‌ای که در رابطه با مرحوم تختی می‌نویسه در آرش، قشنگ یادم اولش، ساعدی تلفن زد که صمد افتاد توی ارس. عرق شنیدم، چون این آخری ها عادت کرده بودیم که بگوین فلانی افتاد توی عرق یا توی اعتیاد یا تو چاه مزدوری رژیم. به ساعدی گفتم می رویم با دهخانی کمک می کنیم، کتابهایش رو خودمان چاپ می کنیم. بله یادتون. بله بله. بعد میاد میگه که از یعنی داستان رو پر از ابهام میکنه که انگار اینو تو عرض کشتن، و در حالی که خود دهخانی اینو رد کرد، دوست نازنینی که باهاش بود اینو رد کرد. ولی خود بنده در اون شعری که در همون شماره آرش هست گفتم و ماهیان سیاه یتیم به یاد شعر صمد یک دقیقه میمیرن. بله نه ببین این که شما میگید، من شاید بازم با حرفت مخالف هستم به این دلیل. اولا صمد جنگ و تبلیغ نکرد، نوع زندگیش و نوع برخورداش و اونجاهایی که تو کتابای مختلفش میاد و اوضاع رو تشریح میکنه، اونجایی که میگه که درسی بود واسه همه خارج نشینا و داخلا، مثلا روشنفکران داخل، که تا با جماعت از نزدیک نشینی، باهاشون نجوشی. بعد اونجا که میگه زبان ده چیزی نیست اینکه تو بتونی به زبان دادیارا هر منطقه‌ای از صحبت کنی. زبان ده آش نظری خوردن، به پیرمرد سلام دادن، دنبال جنازه رفتن، این زبان ده. یعنی قاطی شدن فرهنگ و شناخت جامعه رو همیشه تبلیغ میکرد. منتها یادت نره مردم مثلم که ما انقدر تشویقشون میکنیم به هر صورت جلوی دشمن وای میسن. یعنی یک جایی هست، یک مرزی هست که انسان حالا یا برای دفاع خودش یا روی خشمی که هستش و داره مورد ستمی که قرار میگیره، این مدینه این زمانی حرف تو حقانیت پیدا میکنه که تو در یک جامعه کاملا دموکراتیک گری زندگی میکنی، بعد یه چیزی بر وفق مرادت نیست، خب دست به اسای بری، کار بسیار احمقانه ایه. قانون هست، برو شکایت کن، دادگاه بهت میرسه. اونجایی که تو میبینی فقط قهره. ما ملت ستم دیده، به استبداد زده، سالیان سال زیر استبداد زندگی کرده، نباید توقع داشت از ما که بسیار آدمای مستفرنگی باشیم و خیلی چیز نرم به ماجرا برخورد کنیم. من مخمل باف رو بیشتر میپسندم که در 16 سالگی میره به پاسبان چاقو بزنه، اسلحه‌شو بگیره، ولی بعد میاد نون و گلدون بهش میده. و این به نظر من قشنگ‌تره. آره ولی ما خطا کردیم آقای محسن. بهرنگی هم نمیره دیگه با گروه چیزا، با گروه برزخانینا نمیره، جدا میشه بهرنگی. یعنی اونم از کارهای چریکی بیرون میکشه و رسما معلم میشه از این ده به اون ده. من این رو کتاب میبره. من ببینید مثلا وقتی صحبت از آقای کمانگر در کردستان میشه، من اون رو یک صمد بهرنگی کرد میدونم. یعنی اینها آدمایی بودن. خود صمد برای یه بچه آذربایجانی که ترکی حرف میزنه و چوب لای انگشتش میذارن، کتکش میزنن که فارسی رو صحبت بکنه، صمد میره الفبای ترکی رو بهش یاد میده، اون زبون یاد میده، کنارش زبون فارسی رو یاد میده. این کاری که فرزاد کمانگر کردن. این قشنگه. ما سر اینکه ما تضادی نداریم که مورد منظورم اینه که اونجایی که صحبت از این میشه که آرزو داره مسلسل، خاتمی عزیزم پدر بچه‌شو بچه برده مراسم اعدام دیده، برمیگرده خورده داداششو اعدام میکنه. به اینا توجه کنیم. یعنی جامعه ما جامعه خشونت زده است. این خشونت رو باید ازش کاست. این خیلی به نظر من اهمیت داره که شما انسان‌های مثل خودت که آدمای انقلابی بودین، تمام این دوره ها رو دیدید و غیره، شما فکر کن. من دارم الان پیش خودم نشستم دارم فکر میکنم الان اگر یه ایرانی پاشه، مثلا یه 5 تا ایرانی پاشن برن مصر آموزش نظامی ببینن که بیان علیه جمهوری اسلامی بجنگن، چی بهشون میگن؟ با خائنن، رفتن با عربا ساختن. اگر بره مثلا یه مجموعه بره با همون نمونه مجاهدین رو دیدیم با عراق، مردم چی کارشون کردن؟ یعنی تمام گذشته مجاهدین همه اینا به خاطر همکاری با صدام سوخت. آقای دکتر ابراهیم ریاضی اقرار میکنه که 3450 نفر جوان ایرانی وابسته به نهضت آزادی و گروه های ملی و چپ و غیره از طریق اینا میرن تو آلمان، گذرنامه‌شون رو میذارن اینجا آلمان که ویزا نمیخواست، گذرنامه مصری میگیرن، میرن توی مصر دوره آموزش نظامی، جاسوسی، نمیدونم کدنویسی غیره رو یاد میگیرن، برمیگردن به ایران. وقتی جامعه اینا قباحت توش نداره، خب این جامعه میره به سوی انقلاب اسلامی دیگه. یعنی اگر ما یه خطوط قرمز، امروز جامعه ما خیلی از این نظر منزهه. به محض اینکه یه گروه میره وابسته به خارجی میشه، پول میگیره، کمک میگیره غیره، از دیدگاه مردم ما مطرود میشه. به خاطر اینکه ببینید جامعه الان یه حالت عجیب غریبی جامعه ما داره. جامعه است در حال حیرت، جامعه است که نمیتونه خودشو پیدا کنه. آره ولی ببین اینی که شما میگی دکتر تمام یک بره ماجراست. مدام ما مجموعه رو باید نگاه کنیم تا بتونیم راجع به پدیده نظر بدیم. باید ابعاد مختلف یک پدیده رو ببینیم و بعد نظر بدیم. این که شما مطرح میکنید یک، من میگم این در جوامع دموکراتیک حرف شما کاملا برحق. امروز اومدن حکومت که بعید نیست همین وضع رو خواست در برابر مردم، بعضی که تو سوریه داره تمرینشو میکنه به نظر من برای فرداها در ایران، همین سپاه پاسداران و بسیج تمرین بکنن چیز که بیان مردمو بکشن. من نباید اسلحه دست خودم بگیرم دفاع بکنم؟ یعنی قهر نابجا غلطه. اون جایی که تو میتونی از جنگ فرار بکنی و دست به جنگ نزنی و بزنی که لازم نیست جنگ بکنی، جنایتکاری. بله، اونجام که از یک جنگ ناگزیر فرار میکنی، اونجام جنایتکار هستی. یعنی هر دو بعد مسئله در با وجود داره. ما نمیتونیم واقعا در قبل از انقلاب ما گرفتار جنگ ناگزیر بودیم. اجازه بده ببین، یه موقع است ما داریم سر اون زمان، آیا اون زمان درست بود یا غلط بود، یه مقوله دیگه است. این زمان من میگم وقتی که بچه های کرد و دستشون رو بستن به این میلای پنجره و رگبار بسته، همین آقای برادر این رئیس چمران که در مصر هم تعلیمات دیده بود اعدام کردن، یا آدم معلم رو با دست شکسته اعدام کردن، برادر مجروح رو دوش برادر مجروح گذاشتن اعدام کردن. اون وقت اون کردی که اومد شهرام ناهید، بعد این اون کرد تو بهش میگی این آدم بدی بوده که اومده در برابر اونا دفاع کرده، اسلحه دست گرفته. یعنی نمیتونیم. ببین باید ریشه های قهر رو شناخت. ببین همین که امروز کاک مصطفی هجری نگاه میکنیم، عبدالله جان مهتدی خودمان و بزرگان دیگری از رهبران کرد، کاک خالد عزیزی، کاک حسنزاده ماموستا و کاک صلاح، همه این داریم نگاه میکنیم، خشونت رو نفی میکنن. این یعنی رسیدن به یه مرحله‌ای که به مراتب این مرحله از اون مرحله آلوده شدن به خشونت جلوتر و پیشرفته. ولی در این حال نیروی مسلح خودشون رو دارن. ببین ما همیشه یادمون نره تو یک مبارزه ما هم باید متو جانب عمدهش واقعا باید اون برگ زیتون دستمون باشه و هم اسلحه. یعنی این که ما نمیتونیم مقابل گرگ گوسفند وایسیم بگیم خب طبق کنوانسیون من نباید اسلحه به تو بگیرم. گرگ داره میاد جلو، چیکار می‌خوای بکنی؟ حسین تو اسلحه میزنی؟ من نمیدونم. من ببین از من حرف چیزی نگید. نه آقا دارم میپرسم. من پروندم به قد کافی سنگینم، سنگین‌ترش نکن. من یه چیزی می‌خوام بهت بگم. اول انقلاب این رفیق ما سرای مشایخی اومد یه هفتیر گذاشت تو دفتر من که آقا این خطرناکه، میریزن اینجا فلان. گفتم با ریختن. حالا من این هفتیر رو در آوردم، من چه جوری بزنم؟ من که نمیتونم بزنم. گفت تو کاری نداره این دکمه رو بزن. گفتم اینو بلدم، سربازی رفتم، ولی من چه جوری اینو بزنم؟ تو سر خودم خالی میکنم. شما باید قدرت. ببین آقای خاتمی من یه چیزی بهت بگم، یه وقت هست شما در برابر یک نیروی بیگانه قرار گرفتی، به وطن تجاوز کردی و 100 سال شما نمیشه. ببین اینجا اجازه بده. نه یه وقت هست تو در برابر یک الان آمریکا واسه مردم ما خطرناک تره یا نظام جمهوری اسلامی؟ نظام جمهوری اسلامی. نه ببین، نه اجازه بده میگم برات. تو هم از من سوال اصلا کردی، جواب دارم بهت میگم. اگر آمریکا به ایران حمله بکنه، حمله به معنای اینکه بیاد نیرو پیاده کنه بریزه تو کشور من مسلم دشمن میدونمش. نه میگم خیلی ساده. اجازه بده میگم جمهوری اسلامی دشمن خانگی منه. خیلی خوب، کدوم خطرناکترن؟ کی جنگ آفرینه؟ کی داره مصائب رو؟ خودم همین دارم، جمهوری اسلامی، همه اینا هست. اما میگم پای گزینه که انتخاب میشه، چرا من مجاهدین رو ایراد بهشون میگرفتم، گفتم شما با رژیم جمهوری اسلامی دشمنید. خب ولی شما رفتی تو عراق دارید راه به صدام نشون میدید. آقای رجوی و اون تیمی که داشتن محل نشون میدن که آقا تو برو اینجا رو بزن. ببین و اینو ببین اینا هیچ جوری توجیه نمیشه. من توجیه نمیخوام. هنوز اون چوپانی که سپاه اسکندر رو برد پشت آریو برزن هنوز روسیاهه. میخوام بهت بگم یه چیزایی رو آدم نمیتونه ازش بگذره. اجازه بده یه موقع هست که ببین یه موقع هست که تو مصدق سر کاره، مثلا میگم شاپور بختیار سر کاره یا همون حکومت شاه سر کار بود، به ایران حمله میشد، یک مقوله بود. چون اون موقع یه بحثی بود تو پیروز روز دوشنبه با چیز میکردی با دکتر فرح بخش که واقعا بحث سنگین و قشنگی بود. یه موقع از حاکمیت ملیه، یکی از مصلحت نظام. من واسه مصلحت نظام حاضر نیستم یه قدم بردارم، ولی واسه یه حاکمیت ملی حاضرم جونم هم بدم، کمان که در اوائل جنگ ایران و عراق بنده چندین بار تو جبهه شرکت کردم. تیم عملیاتی بردیم، شب زندیات فروهر زنگ زد گفت آقا شما تو سازمانتون حزبتون آدمای برجسته‌ای دارین که من شنیدم من متخصص راکتور هستن. خب پروفسور فرهام من بود که بعد همینا گرفتن به جرم جاسوسی اعدامش کردن، یا فریدون رئیسی نرفا رو تیمی که رفتن سایت درست کردن، چون سایت اونور کرخر عراقی‌ها گرفته بودن. ما با این تیم مثلا مسئولش من بودم، اونام چیز فنی شد، مسئول فنی مثلا سیاسیش با ما بود، فنیش با اونا. از اینا تهران بلند شدیم رفتیم. خیلی خوب ما تو جبهه شرکت کردیم، چون ابتدای جنگ میهنی بود. وقتی که زندیات سرهنگ دهکردی که روز بازنشستش کرده بودن که بعدا کشته شد، تو جنگ کشته شد، میره اعلام میکنه، خودش کلی جون کنده بود که بازنشسته بشه دیگه، تو این ارتش نباشه. شبی که عراقی حمله کردن رفت بازنشستگیش پس گرفت، گفت من تا آخر جنگ میمونم. خیلی خوب این یه جنگ میهنیه. ولی اگه فکر کن این حکومت حالا بهش حمله بشه، من برم تو کدوم سپاه علیه؟ من تو دو تا جبهه باید بجنگم، هم آمریکا هم دشمن داخلی. چون اگه آمریکا رو بیاد اون پدرم در میاره، این بمونه. دیدی بعد از جنگ چه کشتاریشون کردن، شقی‌تر و نمیدونم خیلی بدتر. یه چیزی برات بگم، من دوستانی داشتم عراقی که اینا دشمنای خونی صدام بودن، یعنی واقعا دشمنای خونی بودن و برادرش کشته بود، پدرش کشته بود، همه این جور چیزا بود. وقتی آمریکا به عراق حمله کرد اولش اینا خوشحال بودن، خیلی خوشحال بودن، صدام سرنگون شد و فلان. بعد که به مرور متوجه اون سنگینی اشغال شدن، دونه دونه شون برگشتن. مسئله اشغال فرق میکنه و برگشتن، مسئله اشغال فرق میکنه. یعنی اون لحظه که خوشحال شدن اول دقیقاً به علت سرنگونی صدام، بله. اما وقتی که مسئله اشغال مطرح شد معلومه با اونم باید بجنگن. یعنی جنگ ما در واقع این که من میگم آماده جنگ باشیم و چندین جام خودت دفاع کردی تو کنفرانس مختلف، آمادگی ما جنگ طلبی نیست، اتفاقا یک دفاع میهنیه. این که ما هم باید به فکر، چون جمهوری اسلامی در دفعه خودت تو صحبتات میگه ژنرالاشون رو اینا سپاهیاشون یهو میبینی رفتن. اینم که حالا کوتاه دارن میان یه کمی، دقیقاً سرمایه‌داری لذت داده بهشون، ببینن جنگ اینا رو به هم میزنه، اومدن یکم با صلح بخوان دزدیاشون رو بکنن. اینا اول فکر منافع خودشون هستن، اینا فکر امپراتوری شیعه هستن، مصلحت نظام خودشونه. به حاکمیت ملی بنده ایرونی و جناب عالی ایرونی که اینجا با چیز خانه پدری مردم میشینن با شوق تو ایران گوش میکنن، چه ربطی داری؟ نخبا من با این نظام اصلا یک نوک سوزن نه ایرانی میدونن. نه اینا کاملا درسته. من غرضم چیز دیگه بود، غرضم این بود که ما به مرور باید به نقطه برسیم که خشونت رو نفی کنیم. نفی خشونت باید اصل تحرک سیاسی ما باشه. وقتی که شعار ما میگیم زنده باد دموکراسی، وقتی که میگیم نان در دموکراسی، آزادی در دموکراسی، خودگردانی در دموکراسی، امنیت در دموکراسی، پس ما همه روی یک چیز هستیم که ما کشوری هستیم استبداد زده. ما باید کشورمون به کشور دموکراتیک بدل بشه تا بتونیم ارزش‌های و قابلیت‌های انسانی خودمون رو بروز بدیم تو این جوامع. محسن جان اول باید بگیم خدامون باید تبدیل به آدمای دموکراتیک. بله. چون کشور رو نمیشه دموکراتیک کرد. شک نیست. منتها ببین نمونهش عراق دیگه، داریم جلو چشم رو میبینیم، تمام امکانات براشون فراهم بود که به دموکراسی برسن. 140 تا روزنامه آزاد، ده‌ها کانال تلویزیون، یعنی والا هرچی به امریکایی‌ها میگیم در عراق بد نکردن، همه نهادهای مدنی رو تقویت کردن، امکان دادن، ولی نتونستن. ببین بخاطر اینکه گرفتار اون تنگ نظریهای قبیله‌ای یه مقوله بود. اتفاقا مهمتر از اون دستاندازی‌های دول خارجی بود از اون بعدش. یعنی ایران مذهب، یعنی یک مقوله که ما هیچ وقت از یادمون نباید بره. بازرگان یه حرف قشنگ زد، از اون زودتر زنده باد بختیار گفت دیکتاتوری نعلین به مراتب خطرناکتر از دیکتاتوری. و بعد یه چیزی هم بود، یاد صادق خودم می‌خواستم گرامی بدارم، چون مثل که امروز یا فردا روز اعدامش هستش و واقعا یادش کرد. من صادق رو دوست داشتم با اینکه صادق کی؟ قطب‌زاده. ها خلخالی گفتی؟ نه صادق اصلا شاخ در آوردم میگم چیه؟ نه صادق قطب‌زاده بذار راجع به صادق با هم حرف میزنیم. صادق قطب‌زاده خیلی آدم حیفه چون دلم میخواد راجع به صادق چون واقعا اونم قربانی کسانی بود که نیکخواه و جعفری رو کشت. جعفریان رو کشتن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوریزاده تا فردا به اتفاق دوست عزیزم محسن خاتمی که امروز خودم با هم جوش آوردیم، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.